دو بعد از تهران است و شما بیننده ای ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فریبا شروزی هستید سرخط خبرها نمازلس، بفرشی، بفرشی، بفرشی. در واکنش شتاب زده به اعتراض گسترده اقشار مختلف مردم و برشکستگی حکومت علی خامنه ای با استفاده از بخشی از بودجه عمرانی و توسعه کشور برای پرداخت های دولت موافقت کرد انی من به تروریست های حماس و به رهبران آنها میگویم خودتان را مرده تصور کنید. کشته شدن شش گروگان اسرائیلی به دست نیروهای حماس نتانیاهو میگوید اسرائیل تا زمان مجازات این قاتلان آرام نخواهد گرفت. اعتراض و اعتصاب پرستاران در بهبهان رئیس هیئت مدیره انجمن فوریت های پزشکی میگوید مشکلات پرستاران با پرداخت معوقات و اضافه کاری حل نمی شود. مشکلات 1500 استاد امضا کننده بیانیه های جنبش محسا وزیر علوم گفت تخلفات دولت رئیسی در اخراج استادان بررسی می شود. همچنین در ادامه این بخش خبری گزارش روزنامه ها از ویرانه اقتصادی و حراج نفتی جهان صنعت نوشت سفره مردم خالیتر و اعتراضات بیشتر می شود. روزنامه ثروت از فروش نفت ارزان ایران به چین خبر داد. خوش آمدید. به دنبال هفته ها اعتراضات سنفی از جمله اعتراضات بی سابقه پرستاران و بازنشستگان در ایران علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی با پرداخت مبلغ 350 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت موافقت کرد بر اساس گزارش روابط عمومی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این مبلغ برای پرداخت بدهی گندمکاران و کامیونداران و تهیه برخی اقلام که جزئیات آن اعلام نشده هزینه خواهد شد بر مبنای این گزارش خامنه ای با پیشنهاد پزشکیان برای کاهش 20 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موافقت کرده رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ماه پیش گفته بود این صندوق حدود 100 میلیارد دلار به دولت ها وام داده اما ترتیب بازپرداخت آن مشخص نیست مسعود پزشکیان در مصاحبه شب گذشته خود با سیمای جمهوری اسلامی گفت دولت او برای آنکه رشد اقتصادی را از چهار به هشت درصد برساند به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد پزشکیان همچنین حاضر به اعلام هدف تورمی دولتش در پایان سال جاری نشد و گفت کاهش تورم به تحولات جهان و مسائل داخلی بستگی دارد به هر حال حالا میگفتن ما وارث یه چیز خوبی شدیم ولی اینه که پول توش نی دیگه حالا اون خوبه چی بوده که پول توش نی نمیدونم حالا من نمیخوام گلایه بکنم ولی واقعیت اینه که مقام معظم رهبری رفتیم ازش اجازه گرفتیم یه مقدار از صندوق برداریم و بتونیم از اونجا این بدهیایی که وجود داره رو تصفیه کنیم مردم میبینن یعنی وضعیت گرانی کم بود ما مثلا گندمکارای ما مشکل داشتن پرستارای ما مشکل دارن معلمان ما بازشسته های ما و مشکلات و کود کشاورزی و مختلف هست ناترازی هایی که در برق داریم در انرژی داریم ناترازی هایی که ما در محیط زیست داریم یعنی واقعیت دیده میشه چیزی نیست که مثلا من بخوام شرحی بدم و خب در این یه ماه با برادرایی که قبلا مسئولیت داشتن جلسه میذاشتیم و وضعیت موجود رو از اونا جستجو میکردیم پرسش میکردیم اطلاعاتی که با ما میدادم به هر حال همینه که دیده میشه ما پولی که برای گندم کارا در قانون دیده شده بوده کلا 120 همت بود 120 هزار میلیارد تومن تا زونم تو صندوق نبود حالا در صورتی که اونی که کش شده بوده و به انبارها داده شده بالای دویست هزار میلیارد تومن هست یعنی از این ور پوله نبود از اون ور شکافه وجود داشت آرش آزرمی همکارم و دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با من تا صحبت های پزشکیان رو بیشتر به بحث بذاریم آرش ارزابی از صحبت های پزشکیان در مورد لزوم سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور و همچنین لزوم برداشت از صندوق توسعه ملی چه است برای مصارف بودجه دقیقا فری و همینجا ما یک تناقض رو میبینیم یعنی آقای پزشکیان میاد میگه که 100 میلیارد دلار ما سرمایه گذاری داخلی احتمالا پول در داخل داریم برای تحقق اون رشد 8 درصدی و 100 میلیارد دلار هم باید سرمایه گذاری خارجی تامین کنیم که اون رو هم راهکاری براش ارائه نمیده در این شرایطی که الان اعداد و ارقام نشون میده سرمایه گذاری خارجی در ایران در حد صفر هست چطور قرار هست 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب بشه با روابط بانکی که ایران با دونه داره با تحریم ها با مسئله FATF اما از اینکه بگذریم همین موضوع هم تناقض داره با این برداشت از صندوق توسعه ملی که عملا این صندوق ایجاد شده بود برای اینکه درآمدهای نفتی وارد بودجه جاری دولت نشه بره در یک جایی و برای در واقع اهداف توسعه ای خرج زیر بشه سرمایه‌گذاری روش انجام بشه اما در سالهای متمادی اخیر ما همواره این رو دیدیم که با دستور رهبره جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه دولت‌های مختلف برداشت میشه از این صندوق و عملا چیزی از این صندوق باقی نمونده به جز یک پوسته همینطور که در خبر هم گفتی بیش از 100 میلیارد دلار از دولت‌ها طلبکار هست اما عملا پولی رو ندارن بدن بنابراین در همین جا ما یک تناقض رو می‌بینیم در عمل و حرفایی که پزشکیان میزنه در مورد لزوم توسعه و رشد 8 درصدی اقتصادی و از اون طرف کسری بودجه سنگینه که تمام دولت‌ها در جمهوری اسلامی بهش مبتلا هستند و عملا اون رو حالا داره دوباره دولت پزشکیان هم در همون ابتدای کار به دلیل اعتراضات گسترده‌ای که مردم در بخش‌های مختلف از بازنشسته‌ها گرفته تا پرستاران نسبت وضعیت معیشتی دارن از اون برداشت می‌کنه سابقه این برداشت حالا بجز این مصارف اینگونه این برای صدا و سیما برای تقویت نیروهای مسلح و حوزه‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی روش نظر داره هم بوده در سالهای گذشته آرش از بده که بپردازیم به نکته دیگری که در همین صحبتهای آیا پزشکیان مطرح بود در مصاحبه با صدا و سیما و اینکه پزشکیان به طور مشخص تفره میرفت از هدف گذاری نرخ تورم و اون رو به عوامل داخلی و خارجی زیادی نسبت میداد چه در دریافتی داری از این صحبتهای پزشکیان و آیا برنامه دیدی برای حل بحران زیادی که کشور در زمینهای اقتصادی باش مواجه هست؟ ما این روی کرد رو در صحبت های عبدالناصر همتی هم در مصاحبه با خبرنگاران دیدیم حاضر نشد به پذیره یا عددی اعلام بکنه اینکه نرخ تورم رو در پایان سال آیا به زیر سی درصد خواهد رسوند یا نه پزشکیان هم دیشب دقیقا همین روی کرد رو داشت حرف کلی که این به مسائل داخلی و مسائل جهان بستگی داره به نظر خود پزشکیان و دولتش میدونند که راه بسیار سختی رو برای کاهش تورم در پیش رو دارند از یک طرف انتخابات آمریکا که میتونه نتیجهش تاثیر بسیار زیادی روی وضعیت تحریم های نفتی و سایر تحریم‌های تحریم های ایران بذاره و درآمد های نفتی که همین الان هم محدود هست اکثرش به صورت دلاری حداقل برنمیگرده رو محدودتر بکنه و از اون طرف هم در وضعیت اصلاح ساختاری اقتصاد سیاسی داخل کشور ما کماکان منتظر هستیم که آقای پزشکیان راجع به نقش نهادهای حکومتی نقش سپاه پاسداران در اقتصاد زیر مجموعه های بیت رهبری در اقتصاد راجع به اینها حداقل یک جمله سخن بگه که ببینیم روی کرد دولت ایشون در مورد این اصلاح ساختاری داخلی چی هست اینکه ما باید در واقع سرمایه‌گذاری خارجی جذب بکنیم تحریم ها اقتصاد ایران آسیب زده اینها حرفای کلی است که به نظر راهکاری هم براش ارائه نمیده که چه برنامه ای برای اینکه بخواد ارتباط نرمال با دنیا جمهوری اسلامی و دولت پزشکیان داشته باشه داره اما حتی در داخل هم اصلاحاتی که در واقع دارن صحبت ازش کنند فقط از جیب مردم هست زمزمه افزایش قیمت بنزین زمزمه اسم تکنرخی کردن ارز عملا حذف ارزهای ترجیحی حمایتی و هیچ صحبتی باز هم نمیشه از سپاه از نهادهای زیر مجموعه رهبر و نقش اونها در فساد گسترده اقتصادی در ایران متشکرم آرش همکارم آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ما اما موافقت خامنه ای با کاهش 20 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در حالی صورت گرفته که بازنشستگان در شهرهای مختلف در اعتراض به وضع معیشتی خود تجمع برگزار کردند بازنشستگان معترض امروز در کرمانشاه احواز شوش و اصفهان راهی خیابان ها شدند افزایش حقوق از خواسته های است بایدو.

بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال اعتراض کارگران شرکت واگن پارس عراق امروز با دخالت و برخورد نیروهای انتظامی همراه شد اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت واگن پارس عراق از 36 روز پیش آغاز شده و معترضان خواستار رفع تبعیض و بیعدالتی و تغییر شرایط کارخانه و مدیریت هستند همکارم مرتزا کازمیان اینجا در استودیو با ما مرتزا قبل از اینکه به این اعتراضات بپردازیم که تصاویرش رو دیدیم اجازه بده به موضوعی بپردازیم و اونم موافقت خامنه ای با برداشت 350 هزار میلیارد تومن از صندوق توسعه ملی و اختصاصش به دولت چه برداشتی میشه داشت دلایل و انگیزه این کار چه بوده؟ ابتدا مهمترین نکته همینه که صندوقی که شک گرفته و قراره که صندوق ثروت ملی باشه و نه برای امروز بلکه برای فردای کشور و نسلهای بعد و سازوکار خودش رو داره در ظاهر در مطابق قانون یعنی من فقط به اختصار اشاره کنم یک هیئت امنایی داره اون هیئت امنا رئیس جمهور در اون عضویت داره وزیر اقتصاد رئیس بانک مرکزی وزیر کار حتی داستان کشور رئیس سازمان مدیریت مقام های مختلفی در این حضور دارن این هیئت امنا یک هیئت عامل تعیین میکنه هیئت عامل پنج نفره اما جالب این سازوکار در ظاهر قانونی همه تحت شعاع این قرار میگیره که باز راه ختم میشه به بیت رهبر جمهوری اسلامی یعنی به نوعی بازگشت ایران به دوران قاجار گویی این به نوعی قبله عالم هست که تصمیم میگیره این وجوه تخصیص پیدا کنه یا نه این ساختا این رونمایی از ساختار رو قدرت در جمهوری اسلامی و جایگاه منحصر به فرد و متمایز خامنه ای هستش در حاکمیت سیاسی جدای از این نکته مهم وچه دیگرش برمیگرده به اینکه با چه انگیزه داره اقدام انجام میشه یعنی بعد از استقرار دولت پدشکیان و این اعتراض که ما شاهد هستیم در اصناف مختلف گروه های اجتماعی مختلف از پرستاران، بازنشستگان، کارگران ادامه داره در کشور و ابعاد نارضایتی معیشتی، ابعاد بحران اقتصادی به نوعی داره تلاش میشه با تزریق این وجوه که باید صرف کارهای زیربنایی بشه و ماندگار باشه به عنوان یک صندوق ثروت ایران به نوعی برای اینکه فعلا به برخی از نارضایتی ها و اعتراض ها پایان بدن من همینجا اشاره کنم این صندوق حالا توسعه ملی در کشور دیگه مشابهش وجود داره اشاره کنم به مواردی مثل نروژ چین امارات که بیش از هزار میلیارد دلار انباشته اون صندوق هاست یا مثلا در کویت بیش از 600 میلیارد دلار و خب متاسفانه در ایران ما با یک صندوق کوچکی روبرو هستیم که همون داره ازش بهره برداری میشه به دلیل چه به دلیل اینکه دولت با کسری منابع درآمدی مواجه هستش کشور میدونیم در یک وضع تحریم هست اونم به خاطر سیاست های و حالا دارن تلاش میکنن به نوعی روکشی بذارن بر اعتراض مختلف اجتماعی مرتزا اجازه بده به اعتراض ها بپردازیم اما قبلش به اطلاعتون میرسونم که اجازه بدید پس اول به این پرسش بپردازیم بپردازیم به این اعتصاب ها و اعتراضات ها حالا پرستاران بازنشستگان و آیا تخصیص این منابع حالا بودجه ای که قرار هست به دولت تخصیص داده بشه از صندوق توسعه ملی میتونه دردی رو از این اقشار دوا کنه میتونه به این اعتراضات پایان بده بین خب آنچنان که گفته شده الان همین وش قرار در حوزه های گندم کاران به دهیا به گندم کاران کامیون اون چیزی که اعلام شده یا خرید یک سری اقلام تخصیص پیدا کنه ولی مشکل بنیادی اعتراضها ها قطعا پاورجا خواهد بود یعنی هرچند که فعلا به مطالبات مثلا پرستران د... پاسخ داده بشه در کوتاه مدت ولی یک واقعیتی وجود داره اون شکاف بین تورم تورم فزاینده و منابع درآمدی حقوق و دستمزدهای پایین هستش ویژه در گروه های حقوق بگیر گروه های دستمزد بگیر کارگران یا بازنشستگان طبیعتا دولت دولت پزشکیان هم یک حدی از منف داره در یک کوتاه مدت میتونه به بخشی از این مطالبات پاسخ بده اما ریشه بنیادین مشکل همچنان پاورجاست اون اونجاست که ایران روابط خودش رو با نظام بین الملل عملا به خاطر اون سیاستهای منطقه ای نظامی اتمی و البته توهمات خامنه ای یا توهمات اون جریان امنیتی حاکم بر کشور این رابطه رو عملا قطع کرده کشور از سرمایه گذاری خارجی به شکل گسترده محروم هستش اون امنیت و توسعه یافتگی سیاسی لازم در ایران وجود نداره طبیعتا سرمایه گذار خارجی هم در یک نظام اقتدارگرای سرکوبگری که چطور شاهد هستش شهروندان خودش رو هدف سرکوب قرار میده مثل خیزش زن زندگی آزادی سرمایه گذار خارجی هم احساس امنیت نمیکنه وقتی شهروندان دو تابعیتی به عنوان گروگان بازداشت میشن و از همه مهمتر اون پیوند بین جامعه و حکومت وجود نداره چون یک حاکمیت دموکراتیک مستقر نیست به خاطر من کنم عملا این تزریق منابع فقط در کوتاه مدت میتونه یک پاسخی باشه یک مسکنی باشه برای اعتراضها یا نارضایتی ها. اما قطعا ریشه مشکلات به خاطر اینکه گره خورده با نحوه حکمرانی در ایران و همون استبداد دینی و اون خودکامگی مسلط و شکاف ملت دولت و سیاست های بین و و منطقه ای طبیعتاً ادامه داره و ما قطعا شاهد سربرکشیدن اعتراضات در گروه های مختلف اجتماعی باز در میان مدت خواهیم بود متشکرم مرتزا همکار مرتزا کازمیان اینجا در استودیو با ما اما بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال اعتراض کارگران شرکت واگن پارس عراق امروز همانطور که به اطلاعتون رسوندیم با دخالت و برخورد نیروهای انتظامی همراه شده اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت واگن پارس عراق از 36 روز پیش آغاز شد و معترضان خواستار رفع تبعیض و بی‌عدالتی و تغییر شرایط کارخانه و مدیریت هستند Where is he? تحولات جنگ غزه بپردازیم به تایید سخنگوی ارتش اسرائیل در جریان عملیاتی در رفع جسد شش گروگان اسرائیلی کش و به اسرائیل بازگردانده شد به گفته دانیل هاگاری این شش گروگان کمی پیش از رسیدن نیروهای اسرائیلی از سوی شبه نظامیان حماس کشته شدند یکی از گروگان هایی که جسد او پیدا شده شرفنده ایالات متحده بوده در واکنش به پیدا شدن اجساد این شش گروگان کامالا هریس معاون جو بایدن و نامزد دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری گفته هماس باید نابود شود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در واکنش به پیدا شدن اجساد شش گروگان و از جمله یک شرفنده آمریکایی در بیانیه گفته از شنیدن این خبر خشمگین است بایدن تاکید کرده رهبران حماس بهای این اقدام خود را خواهند پرداخت وبسایت خبری واینت هم گزارش داده نتایج کالبوت شکافی روی اجساد گروگانهای اسرائیلی که در تونلی در رفح پیدا شدن نشان میداد آثار گلوله روی سر و دیگر نقاط بدن آنها به چشم میخورد این کالبوت شکافی همچنان نشان میداد روی بدن آنها علائمی از جراحات قبلی وجود دارد که نشان می داد رسیدگی های پزشکی انجام نشده در واکنش به خبر پیدا شدن اجساد شش گروگان اسرائیلی بنیامین نتانیاهو گفته دولتش تا زمانی که مسئول قتل این شش گروگان را دستگیر نکند آرام نخواهد گرفت نتانیاهو افزوده اسرائیل به دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان های باقی مانده و تضمین امنیتش متعهد است او تاکید کرده هر کس که گروگان ها را میکشد توافق نمیخواهد <applause> من به تروریست های حماس و به رهبران آنها میگویم خودتان را مرده تصور کنید. آرام نخواهیم نشست و ساکت نخواهیم ماند. به دنبال شما میاییم و به حسابتان خواهیم رسید. ما جنایت غیرقابل تصور قاتلان حماس را در هفتم اکتبر دیدیم و دوباره آن را در تونل های رفح دیدیم. این واقعیت که حماس به جنایاتی مانند آنچه در هفتم اکتبر مرتکب شد ادامه می دهد، ما را ملزم میکند که هر کاری انجام دهیم تا نتواند دوباره مرتکب این جنایات شود. تلاش ما برای آزادی روبود شدگان ادامه دارد. از ماه دسامبر حماس از انجام مذاکرات واقعی خودداری می کند. سه ماه پیش اسرائیل با توافق آزادسازی گیروگان ها با حمایت کامل ایالات متحده موافقت کرد. حماس نپذیرفت. حتی پس از اینکه ایالات متحده طرح کلی توافق را چند هفته پیش به روز کرد، ما موافقت کردیم و حماس دوباره نپذیرفت. این روزها در حالی که اسرائیل در حال انجام مذاکرات فشرده با میانجیها در تلاش عالی برای دستیابی به توافق است هماس همچنان قاطعانه هر پیشنهادی را رد می کند. بدتر از آن همزمان با مذاکرات شش نفر از ربوده شدگان ما را به قتل رساند هر کس ربوده شدگان ما را میکشد معامله نمیخواهد همکارم اشکان صفایی از اورشلیم برای این خبر همراه ماست اشکان به بیشتر بگو درباره پیدا شدن اجساد ششگروگان کشته شده و واکنش ها به این اتفاق رو بله خب همونطور که در خبرها هم داشتیم اجزاد این شش گروگان دیروز در جریان عملیات ارتش اسرائیل در شهر رفت در تونلی که 20 متر زیر زمین بوده پیدا شده در جریان در واقع پیدا شدن این اجساد نیروهای اسرائیلی داخل تونل با هیچ مقاومتی رو به رو نشدند در واقع شبه نظامیان وقتی که نیروهای اسرائیلی میرسند دیگه در تونل نبودند گروگان های خودشون رو کشته بودند و از اونجا خارج شده بودند ارتش اسرائیل مکان دقیقی از گروگان ها نداشته اما لزومن هم به شکل تصادفی به اونها نرسیده در واقع از هفته پیش که ارتش اسرائیل فرهان قاضی رو به صورت زنده گروگان اسرائیل رو زنده در همون منطقه پیدا کرد این احتمال رو میداد که گروگان های دیگری هم بر اساس اطلاعات در همون منطقه کوچک در شهر رفح حضور دارند و برای همین هم در, در, واقع در عملیاتش بیشتر مراقبت میکرد که شدت عملیات در اونجا کمتر باشه که به گروگان های احتمالی آسیب نرسه در مورد خود گروگان همونطوری که گفتی وبسایت خبری واینت در اسرائیل میگه که بررسی های اولیه که تا الان پزشکی قانونی انجام داده نشون میده که آثار گلوله روی سر و بخش بخش های دیگری از بدن اونها بوده گفتند که آثار مشخص شکنجه رو پیدا نکردن اما آثار جراحات گذشته اونها بر روی بدنشون بوده که نشون میده رسیدگی پزشکی درستی به اونها نشده مثلا ما میدونیم هرش گولدبرگ در واقع همون گروگان آمریکای اسرائیلی که کشته شده به شدت از ناحیه دست در زمانی که در واقع گروگان گرفته شده بود زخمی شده بود حتی گزارش های بود از که دستش قطع شده باشه در اونجا گفتن که بهشون رسیدگی نشده در مورد واکنش ها کمی بیشتر و واکنش های داخلی من میخوام بپردازم واکنش هایی که ما داشتیم داره نشون میده که نه فقط بین دولت و اپوزیسیون پارلمانی بلکه درون خود دولت و حتی خارج از دنیای سیاست بین خانواده هایی که ها در این زمینه که اسرائیل باید چه راهی رو در پیش بگیره اختلاف نظر وجود داره در بین خانواده هایی که ها باید گفت که ما یک در واقع انجمن خانواده های گروگان ها رو داریم که انجمن در واقع بزرگی هست در کنار اون یک انجمن دیگر هم داریم از خانواده گروگان ها که اونها بیشتر شاید بشه گفت که به تفکر راستگرایان در اسرائیل نزدیک هستند در برابر برخور و در حالی که انجمن خانواده های گروگان ها اون انجمن اصلی و بزرگتر خواهان در واقع اعتصاب شده خواهان تظاهرات شده خواهان این شده که فشار بیشتری بر دولت وارد بشه که به یک توافق و یک آتش بس با هماس برسه که گروگان های دیگری که هنوز زنده هستند آزاد بشن اون انجمن دوم در واقع برعکس این از دولت خواسته تمام گفتگوها رو بعد از در واقع پیدا شدن این اجزاد گروگان های کشته شده با هماس متوقف بکنه دولت و عملیات رو با شدت بیشتری ادامه بده در درون خود دولت هم ما میبینیم اختلاف نظری که بین یاف گالانت وزیر دفاع با باقی اعضای دولت وجود داره و در خارج از دولت هم خب ما صحبت های یای لاپید رهبر اپوزیسیون پارلمانی رو داشتیم که او هم خواهان اعتصاب و تظاهرات سراسری شده متشکرم اشکان از گزارش همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما شما بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز در واکنش شتاب زده به اعتراضهای گسترده اقشار مختلف مردم و ورشکستگی حکومت علی خامنه با استفاده از بخشی از بودجه توسعه کشور برای پرداخت بدهی های دولت موافقت کرد من به تروریست های حماس و به رهبران آنها میگویم خودتان را مرده تصور کنید کشته شدن شش گروگان اسرائیلی به دست نیروهای حماس نتانیاهو میگوید اسرائیل تا زمان مجازات این قاتلان آرام نخواهد گرفت رئیس هیئت مدیره انجمن فوریت های پزشکی میگوید مشکلات پرستاران با پرداخت معوقات و اضافه کاری حل نمی شود. رضا قرباقی با اشاره به مشکلات بخش درمان از جمله کمبود نیرو، کمبود آمبولانس، ناعادلانه بودن تقسیم کار و افزایش خشونت علیه کادر درمان، خواستار حل ریشه ای مشکلات پرستاران شده. قرباقی همچنین از رعایت نشدن استانداردها گفته و تاکید کرده فشار کار و بی انگیزگی در بخش درمان هم پرستاران و هم بیماران را دچار مشکل کرده. همزمان اعتراض پرستاران در ایران ادامه دارد. پرستاران معترض در بهبهان امروز مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. پرستاران با در دست داشتن نوشته های خواستار تحقق مطالبات خود از جمله تعرف گذاری و لغو اضافه کاری اجباری شدند. سمیرا راهی روزنامه نگار میگوید به غیر از مسائل مالی فرسودگی زیر بخش بهداشت و درمان از جمله دلایل نارضایتی و اعتصاب پرستاران است. در این دور از اعتراضات پرستاران که میدونیم در بیش از پنجاه شهر گسترش پیدا کرده و به گفته دبیر کل خانه پرستار در صد سال اخیر بزرگترین اعتصاب اونهاست با در نظر گرفتن اینکه مسائل مالی و تعرف ها یکی از مهمترین دلیل این اعتراضات هست اما تنها موضوع اون نمیتونه باشه زیر ساخت های بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی به قدری فرسوده است و یکی از مهمترین اونها این عدم تناسب تعداد بیماران و پرستاران هست که زمین ساز. آغاز مهاجرت پرستاران شده و مسائلی از این دست که مشخصا بسیاری از بیماران و همراهان اون رو از چشم پرستاران و کادر درمان میبینن و این به متاقب این امنیت جانی و سلامت روانی اونها رو میتونه در خطر بندازه در کنار اون بیتوجهی و مشکلات ریشه ای که در طی سالهای گذشته در دولتهای مختلف وجود داشته و همیشه شبیه به یک وصله و پینه با این مسائل برخورد شده و هیچ از و اراده ای برای این نبوده که مسائل بسیار مهمی رو اونها حل بکنن اگر بخوایم بر یک مورد نحوه مدیریت و مواجهه جامعه حکومت رو با جامعه پرستاران ببینیم میتونیم به پاندمی کرونا اشاره بکنیم که بسیاری از پرستاران همچنان از اون زمان مطالباتی دارن وعده های استخدام داده شده و انجام نشده یک نوع سوء استفاده من فکر میکنم از وضعیت پرستاران در حالی که اونها به کار خودشون و رسیدگی به بیماران خودشون رو متحد میدونن وجود داره که جمهوری اسلامی از این روزنه برای ساکت کردن و اونها متاسفانه استفاده میکنه حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از متر 87 میلیون تومان گذشت. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ مسکن در تهران با 14 درصد افزایش نسبت به تیر ماه سال قبل به هر متر مربع 87 میلیون و 400 هزار تومان رسیده. متوسط قیمت مسکن در این ماه نسبت به خرداد ماه هم یک ممیز 8 درصد افزایش داشته است. روزنامه پیام ما گزارش داده دولت رئیسی 14 هزار هکتار از مساحت طالاب بین المللی شادگان را در مطالعات تعین حریم بستر چالاب کم کرده تا راه را برای ساخت پتروپالایش شادگان و توسعه کارخانه فولاد شادگان فراهم کند بر اساس این گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اردی به اشتماع گذشته این مطالعات را تایید کرده و طرح پتروپالایش شادگان از بستر و حریم تالاب خارج شده است ساکنان محله نیلوفر در منطقه هفت تهران با امضای استشهادی خواستار توقف قطع درختان این منطقه شدند. شبکه شرق به نقل از اهالی خیابان‌های سهروردی، ابن یمین و سیبویه شمالی اضافه کرده شهرداری تهران با قطع درختان یک محوطه سبز در این خیابان قصد دارند یک میدان میوه و تره‌بار جدید احداث کنند. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس اعلام کرده بیش از 1500 استاد دانشگاه به دلیل همراهی با اعتراضات زن زند زندگی آزادی مجازات اداری شدند صادقی دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه به وبسایت جماران گفته شنیدم حدود 1500 نفر بیانیه ها را امضا کرده یا در خصوص وقای 1401 اظهار نظر و مصاحبه داشتند که در ترفیع سالانه با مشکل روبرو شدند او افزوده در سالهای اخیر بین 80 تا 90 نفر از استادان دانشگاه اخراج یا لغو قرارداد شدند روزنامه اعتماد هم گزارشی در گزارش نوشته دولت رئیسی از ابتدای فعالیت تصمیم به خالص سازی نظام آموزشی داشته بر اساس این گزارش در مهر ماه 1400 هفت رئیس دانشگاه و در آبان همان سال 18 رئیس دانشگاه از شدند صدها استاد و دانشجوی حامی اعتراضات جنبش محسا در شهریور 1401 با اخراج و تعلیق مواجه شدند وزیر علوم دولت پزشکیان از رسیدگی به تخلف دولت سیزدهم در اخراج استادان خبر داده غلام رضا وزیر علوم که از تشکیل کمیته برای بازنگری در وضعیت دانشجویان و استادان لقب قرارداد خبر داده بود میگوید قرار است سامانه ای برای این موضوع توسط وزارت علوم تشکیل شود وزیر علوم در گفتگو با روزنامه فرهیختگان هم اعلام کرده اگر کسی به دلیل امضای متن یا گرایش سیاسی اخراج شده باید مورد بررسی قرار گیرد اگر بخش انتظامی و انضباطی در دانشگاه وجود دارد و اگر کسی به خاطر عدم رایت شون استادی تعلیق شده نباید مشمول, مشمول چنین بررسی قرار بگیرد. نیکی محجوب همکارم در استدیو با من نیکی اظهارات وزیر علوم خوب در مورد اخراج اساتید دانشگاه و دانشجویان باستاب زیادی در روزنامه داشته چه نوشتن روزنامه اون چیزی که خب داشتی تو بهش اشاره میکردی از نماینده پیشین مجلس محمود صادقی تا خود وزیر علوم که میاد صحبت میکنه با روزنامه های مختلف از این در حال حکایت داره که برخلاف اون چیزی که در دولت رئیسی بارها و بارها ادعا شد چه دانشجویان چه اساتیدی که اخراج شدن تخلف اداری داشتن الان میبینیم نه همون برنامه تصویه و همون برنامه که قرار بوده این نظام آموزش رو خالص سازی کنند رو دانشگاه ها به همراه نهادهای های امنیتی تا الان پیش بردن اینکه 1500 تا استاد دانشگاه رو تنها به دلیل امضای بیانیه یا اظهار نظرشون در شبکه های اجتماعی باهاشون برخورد میشه از تعلیق گرفته تا اخراج بازنشستگی زود رست بعضی هاشون اجازه پیدا نکردن حتی در برخی از کنفرانس ها شرکت کنن همه و همه حکایت از اون فشارهایی داره که بارها سرش صحبت شد ولی دولت رئیسی اون رو تکسیب کرد از اون طرف چیزی که ما میبینیم ظریفیان داره اشاره میکنه توی روزنامه فرهیختگان که آن چیزی که قرار است برخورد هایی که صورت میگیره با اساتید بررسی بشه شامل اونهایی نمیشه به این دلیل که خود ظریفیان دو روز بعد از اینکه به این سمت انتخاب شد رئیس دانشگاه کاشان رو ازل کرده اعلام شده دلیل ازل رئیس دانشگاه کاشان پرونده مالی بوده واسه همین اومده این بحث رو در روزنامه فرهیختگان مطرح کرده روزنامه اعتمادم که خب اشاره کرده که این اتفاقاتی که افتاده حکایت از اون داره که قرار بوده این تصفیه ها صورت بگیره از اخراج اساتید گرفته تا اخراج یا تعلیق دانشجویان یعنی که استادان و دانشجویان درباره صحبت های ظریفیان وزیر علوم چه واکنش نشون دادن بعد اینجوری بگیم که ما یادمون نره نزدیک به دوازده هزار دانشجوی محروم از تحصیل داریم بعد از جنبش زن زندگی آزادی بیش از 800 تا دانشجوی ما توی اون موقع تازه این آماریه که تونستن نهادها و فعالای دانشجوی برآوردهایی که انجام گرفته ممکنه آمار 800 بیش از 800 دانشجو خیلی بیشتر باشه که بازداشت شدن دانشجویان بازداشتی با انواع و اقسام مشکلات مواجه شدن آن چیزی که الان چه اساتید اخراجی میگن چه دانشجویای اخراجی یا تعلیقی میگن این هستش که درست ممکنه برای برخی از اساتید راهی باز شده باشه ولی وقتی تصویه صورت میگیره نهادهای امنیتی میان در هر حال فعالیت میکنن دانشگاه رو به این شکل در میارن نه دیگه از لحاظ اداریش نه از لحاظ امنیتیش احتمال این که این تعداد از اساتیدی که اخراج شدن یا دانشجویانی که تعلیق و اخراج شدن به دانشگاه برگردن احتمالش خیلی کمه و بیشتر این حرف رو اینجوری میزنن که یادمون باشه دانشجویان هیچ وفاقی با در هر حال حکومت بعد از جنبش محسا ندارن و از این لحاظ هستش که این رو فقط یک شعار میدونن تا یک وعده واقعی متشکرم نیکی همکارم نیکی محجوب اینجا در استودیو با ما اما عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در گفتگوی در گفتگوی وضعیت اقتصادی ایران رو ویرانه توصیف کرده تورم 40 درصدی بیکاری 13 درصدی و ناترازی در تمامی بخش‌ها روزنامه امروز هم به این اظهارات واکنش نشون دادن برای اینکه به پیش از اینکه به بحث روزنامه به اجازه بدید که ما یک بار دیگه آدرس خودمون رو با شما اعلام کنیم با ما ات ایران اینتل نشانی تارنمای ماست که ویدیوها و گزارش های خودتون رو برای ما به این نشانی ارسال کنید بله برای بررسی روزنامه ها اینجا در استودیو همکارم محمد رهبر اینجاست محمد خوب وزیر اقتصاد از مشکلات متنابع اقتصادی گفته گفته ما یک ویرانه تحویل گرفتیم پزشکیان گفته که دولت پول نداره بی پول این اظهارات واکنش های گسترده در روزنامه ها به دنبال داشته چه نوشتن روزنامه بله بعد از حدود 3 4 سال که حرف این اصولگراها این بودش که داریم پیشرفت می‌کنیم قله‌های سعادت رو هم خامینه ای میدیدن. ولی خب یک باره آمارها و آمارهای رسمی که دارن انتشار میدن و در مورد این سه سال گذشته فقط دارن صحبت میکنن نشون میده که وضعیت بسیار فلاکتبار هست روزنامه جهان صنعت رو نگاه بکنید چقدر توی این مملکت روزنامه اقتصادی در آوردن سخته به این معنی که شما میفهمید که تا چه حد این آمارها تکاندهنده هست در اقتصاد و به چه ای رسیدیم روزنامه جهان صنعت امروز در مورد این ویرانه اقتصادی قدری صحبت کرده البته بیشتر مردم و تقریبا ملت ایران خودشون میدونن که چجوری ساکن این ویرانه اقتصادی هستن و درک میکنن کامل این آمارها رو چیزی و این چیزهایی که همتی گفته البته اگر بیشتر نباشه تورم 40 درصدی بیکاری 13 درصدی کسری بودجه 30 تا 40 درصدی خب رشد اقتصادی هم که حالا میگن سه تا چهار درصد بعید میدونم که اینطور باشه و آقای جنانصفت هم نوشته که ما وضعیتی که داریم وضعیت خطرناکی برای تمدن ایرانیه برای سرزمین ایران هست و آینده این کشور شما ناترازی هایی که در برق و آب و انرژی اینها داریم یه همچین حالتی رو داره حالا بگذاریم از روزنامه جهان صنعت هم بگذاریم که خیلی فاجعه رو اومده بود ملموس کرده بود این بلای تخفیف های میلیاردی نفتی برای ایران هم مصیبتی است به چینی ها تخفیف بسیار خوبی در نفت میدن باز اونها پول به دلار هم پس نمیدن تقریبا 15 میلیون میکنن که جمهوری چه کالایی رو بخره بله 15 دلار در هر بشکه تخفیف میدن چیزی حدود چهار میلیارد دلار سالانه تقدیم بشین میکنن اونها یوان یوان رو هم به ما نمیدن بعد برای همین گردش یوان هم یه پولی به اینها تقدیم بکنیم خیلی وضعیت مخوفی است واقعا از ثروت های کشور بله از ثروت هم بگذاریم از روزنامه ثروت و به جمهوری اسلامی برسیم که هشدار داده که آقایونی که تازه به دولت رسیدن حتما جلوی نفوذ طالبان بیستن طالبان هزاران نفر رو در ایران به عنوان اطبای غیرقانونی و حتی قانونی فرستادین ها اصله هم دارند و دارند در ایران نفوذ می کنند ما و قبلا کمتر به این مطالب در روزنامه پرداخته می شود والا خب ببینید خیلی اتفاقا به نظر من بالا گرفته یعنی این که دقیقا شما... من همین از موضوع اونقدر بالا, موضوع گرفتی که بالا گرفته که های کشورم در موردش دارن می نمیسه. دقیقا دقیقا به بعدی برسیم به روزنامه اعتماد که امروز در مورد کاری هنرمندا با عباس عبدی صحبت کرده عباس عبدی صریحا گفته اصلا این کار کاملا غیر انسانی و غیر قانونی هستش و نمیتونید شما برای اینکه هنرمندها رو حجاب ندارن بیاین و ممنوع کارشون کنون و معیشتشون رو تهدید بکنید و آخری و محمد بهمنی که روزنامه بعدی روزنامه همیهن هست در موردش نوشته تا وقتی که در مورد شعر و شاعری حرفی زده میشه در تا زمانی که یک شاعری رو بزرگ داشت میکنن من امیدوار میمونم یعنی اینکه احساس میکنم که هنوز امید هست بهمنی شاعر ترانه خوبی هم بود خیلی از ترانه‌هایی که همیرا رامش و حبیب خونده رو بوده متشکرم از تو محمد همکار محمد رهبر اینجا در استودیو با ما و سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت تا بخش و بعدی خبر شب روزتون خوش